برنامه را با چند خبر کوتاه پی می‌گیریم. در پی انفجاری گلوله راکت به جا مانده از جنگ در استان قندهار در جنوب افغانستان، 3 کودک جان باخته و 2 کودک دیگر به شدت زخمی شدند. یک منبع محلی گفته که این انفجار در صبح روز سه‌شنبه 4 اردیبهشت در شهرستان معروف زمانی رخ داده است که گروهی از کودکان سرگرم بازی با گلوله راکت بودند. انفجار این گونه مهمات هر از گاهی از شهروندان افغانستان و به ویژه کودکان قربانی می‌گیرد. به دلیل چند دهه جنگ، اراضی افغانستان آلوده به مین و مهمات به جا مانده از جنگ است. ارمنستان و آذربایجان روز سه‌شنبه اعلام کردند که به عنوان بخشی از تلاش‌های عادی‌سازی روابط شروع به مشخص کردن مرز مشترک خود کردند. نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان ماه گذشته با درخواست باکو برای بازگرداندن 4 روستای مرزی که در زمان اتحاد جماهیر شوروی بخشی از آذربایجان بود موافقت کرده بود. این دو کشور هفته گذشته بر اساس نقشه‌های دوران اتحاد جماهیر شوروی سابق پیشبرد تعیین حدود مرزی در منطقه را تایید کردند. تصمیمی که اعتراضاتی را در میان ساکنان روستاهای ارمنی نزدیک به مرز برانگیخت. آنتونی بلینکن پیش از سفر به چین در هفته جاری گفت که پکن در ارتکاب نسل کشی و جنایات علیه اویغورها و سایر اقلیت‌های مسلمان در منطقه سینکیانگ در غرب چین ادامه می‌دهد. در گزارش وزارت امور خارجه آمریکا در خصوص موارد نقض حقوق بشر در برخی از کشورهای دنیا، جزئیات بازداشت بیش از 1 میلیون نفر در اردوگاه‌ها و زندان‌ها، استفاده از اردوگاه‌های بازآموزی در سینکیانگ و سایر تخلفات علیه جمعیت چین را شرح داده است. چین اما به شدت نقض حقوق بشر در سینکیانگ را رد کرده و می‌گوید برای کاهش تروریسم، جدایی طلبی و افرادگرای مذهبی مراکز آموزش حرفه‌ای ایجاد کرده است. وزارت فرهنگ، گردشگری و آثار باستانی عراق از کشف یک شهر باستانی مربوط 7 تا 8 هزار سال پیش از میلاد در استان واسط خبر داد. احمد عبدالجبار خماس، مدیر اداره تحقیقات باستانشناسی اداره کل آستان باستانی و میراث این وزارتخانه گفت شهر مالکیوم یکی از شهرهای مهم دوران بابل شناسایی و کشف شده است. وی در ادامه افزود متون موجود با خط میخی بر روی آجرها نشان دهنده نام این شهر است که یکی از پادشاهان آن را بها نموده و کلیسای نامیده است. داعش یکی از اعضای فعال حوزه علمی زینبیه در دمشق سوریه را به شهادت رساند. صبح روز گذشته برابر با 4 اردیبهشت، سنی های تندروی داعش حجت الاسلام و المسلمین شیخ عبدالله احمد العلی، یکی از اعضای فعال حوزه علمی زینبی سلام الله علیها در شهر دمشق را بعد از روبودن و شکنجه ایشان به شهادت رساندند. شیخ عبدالله احمد از جمله روحانیونی بود که در طول زندگی خود موجب هدایت افراد زیادی به مذهب شیعه گردید. شایان ذکر است حوزه علمی زینبیه از مراکز علمی مرتبط با دفتر آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی در شهر دمشق سوریه است.